نویسنده و تصویرگر هلن پاتوک. سارا مامانشو قهرمان خودش میدونه، چون اون بهترین مامان و بهترین دانشمند دنیاست. ولی مامان سارا تا حالا نتونسته راهی برای مبارزه با کرونا پیدا کنه. سارا از مامانش پرسید: مامان، ویروس کرونا شبیه چیه؟ مامان گفت: کووید 19 یا ویروس کرونا خیلی خیلی کوچولوئه و ما نمیبینیمش، ولی اون با سرفه و عدسه کسایی که آلوده هستن میتونه منتقل بشه و کسایی هم که مریضن تب و سرفه دارن و خیلی به سختی میتونن نفس بکشن. سارا پرسید: پس چون ما نمیتونیم ببینیمش، پس نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم؟ مامان گفت: ما میتونیم باهاش مبارزه کنیم. برای همینه که من میخوام تو رو از خطر مبتلا شدن به این ویروس دور نگه داشته باشم. این ویروس خیلی از بچه ها رو آلوده کرده. برای همین من میخوام که تو جاد امن باشه و من ازت میخوام که قهرمان من باشی. سارا اون شب تو تختش خوابید، ولی اصلا احساس خوبی نداشت و اصلا فکر نمیکرد که میتونه قهرمان باشه. اون احساس ناراحتی میکرد. دلش میخواست به مدرسه بره، ولی خب مدرسه ها تعطیل بود. میخواست دوستاشو ببینه، ولی خب بیرون امن نبود. اون دلش میخواست ویروس کرونا دیگه اصلاً دنیاو نترسونه. با خودش گفت: قهرمان ها همیشه قدرت فوق‌العاده‌ای دارن. و وقتی که داشت چشاشو میبست، با خودش زمزمه کرد: من چه کاری باید انجام بدم؟ ناگهان صدای آرومی تو تاریکی اسمشو صدا زد. سارا گفت: اونجا کیه؟ صدا ازش پرسید: چرا میخوای قهرمان باشی سارا؟ سارا گفت: چون میخوام راهی پیدا کنم تا به بچه های دنیا بگم که چطوری از خودشون و اطرافشون مراقبت کنن. صدا پرسید: پس چطوری میخوای من بهت کمک کنم؟ سارا گفت: من میخوام چیزی باشم که بتونم باهاش پرواز کنم، یا صدای بلندی داشته باشم که بتونم کمک کنم به بقیه. که ناگهان با یه صدای ووش یه چیز باور نکردنی توی نور ما پدیدار شد. سارا زمزمه کرد: تو کی هستی؟ اون گفت: من آریو هستم. سارا گفت: ولی من قبلا هیچ وقت تو رو ندیده بودم. آریو گفت: من همیشه اینجا بودم و من از توی قلبت بیرون اومدم. سارا گفت: اگه تو با من باشی، من میتونم راجع به ویروس کرونا به همه بچه های دنیا خبر بدم. من میتونم با تو یه قهرمان باشم. ولی صبر کن، وقتی من با تو بخوام همه جا برم، به نظر تو سفر کردن خطری نداره؟ آریو گفت: اگه با من سفر کنی خطری نداره، چون با من هیچ چیزی
نمیتونه بهت آسیبی برسونه. سارا پرید پشت آریو و با هم از پنجره اتاق خواب سارا پر کشیدن تو آسمون تاریک و به سمت ستاره ها پرواز کردند و به ما سلام دادند. وقتی خورشید بیرون اومد، اونا روی صحرای زیبایی کنار اهرام مصر پایین اومدند، جایی که تعدادی از بچه ها داشتن بازی میکردند. همه بچه ها با خوشحالی برای سارا و آریو دست تکون دادند. یکی گفت خوش اومدی، من سالم هستم، شما اینجا چه کاری میکنی؟ ما نمیتونیم به تو نزدیک شیم چون حداقل باید 1 متر فاصله از هم داشته باشیم. سارا گفت من سارا و اون آریوه. شما میدونستید بچه ها که در مقابل پدر و مادر و دوست و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها از ویروس کرونا محافظت کنید؟ سالم خندید و گفت آره، باید دستامونو با آب و صابون بشوریم، ما اینو میدونیم سارا. همینطور این که اگه مریض شدیم و عدسه کردیم، آرنجمونو جلوی دهنمون بگیریم و به جای دست دادن به بقیه براشون دست کن بدیم. همینطور سعی میکنیم تو خونه بمونیم، ولی خونمون تو جای شلوغیه. آریو گفت شاید بتونیم کاری کنیم، اونا نمیتونن ویروس کرونا رو ببینن ولی منو میتونن ببینن. بپرید بالا رو بال من بشینید. آریو وقتی که سارا و سالم روی بالاش نشسته بودن پرواز کرد. اون روی شهر پرواز کرد و صدای رر در می آورد و سالم هم فریاد می زد بچه ها بچه ها لطفاً برید خونه هاتون، خونه تون امن‌تره. ما اگه تو خونه بمونیم بهتر میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. مردم وقتی آریو رو میدیدن خیلی تعجب میکردن، ولی با این حال دست تکون میدادن و قبول کردن که برن تو خونه هاشون بمونن. آریو تو آسمون اوجی گرفت و سالم با شادی داد میزد. اون بالا بالاها هواپیما رد میشد و مسافراش با تعجب اونا رو تماشا میکردن. سارا گفت مردم دیگه کم کم برای مدت کوتاهی نباید برن مسافرت و همه کشورها دارن مرزهای خودشون رو میبندن و ما باید هر جا که هستیم در کنار اونایی که دوستشون داریم بمونیم. سارا گفت خیلی چیزا داره تغییر میکنه و من وقتی بهش فکر میکنم میترسم. آریو گفت منم وقتی بعضی چیزا تغییر میکنه احساس ترس میکنم، ولی وقتی میترسم خیلی آروم نفس میکشم و آتیش با بازدمم بیرون میدم و یک دفعه آتیش بزرگی از دهنش بیرون داد. آریو پرسید ببینم شماها وقتی میترسین چطوری میتونین خودتونو آروم کنین؟ آیا کار خاصی میکنید؟ میشه لطفاً به من بگید که شماها چطوری خودتونو آروم میکنین؟ سارا گفت من دوست دارم به کسی فکر کنم
که احساس خوب و ایمنی به من میده. سالم گفت خب منم همینطور. منم به همه اونایی که کمکم میکنن تا حس امنیت داشته باشم فکر میکنم، مثل پدر بزرگم. ولی من خیلی دلم براشون تنگ شده و مثل قبل نمیتونم بغلشون کنم، چون ممکنه ویروس کرونا بهشون منتقل کنم. ما معمولا همدیگر آخر هفته ها میدیدیم، ولی حالا نمیتونیم، چون باید مراقب باشیم که ویروس کرونا رو به اونا منتقل نکنیم. سارا گفت خب آره، ولی میتونی بهشون تلفن بزنی. سالم گفت او آره، اونا هر روز به ما تلفن میکنن و من براشون از کارهایی که تو خونه انجام میدم صحبت میکنم. این باعث میشه که هم من و هم اونا احساس بهتری کنن. آریو گفت بله، و ما دلمون برای همه کسایی که نمیتونیم ببینیم تنگ میشه و این نشون میده که چقدر اونا برامون مهمن. حالا بریم بقیه قهرمانا رو ببینیم که چطوری حالشون بهتر میشه. سارا و سالم گفت آره لطفا. آریو گفت خب بودید بیا رو بالای من بشینین تا بریم ببینیم. اونا پرواز کردن به طرف پایین و توی یه روستای کوچیکی فرود اومدن. یه دختری مشغول چیدن گل بیرون خونه بود. وقتی آریو بچه ها رو دید خندید و گفت آریو ما باید از هم 1 متر دور باشیم، پس من برات 1 بغل از راه دور میفرستم. راستی شما ها اینجا چی کار میکنید؟ آریو گفت وقتی اینو گفتی من بغل کردن تو حس کردم ساشا. چقدر خوبی که ما به کمک هم و با کمک کلمه ها میتونیم احساسمونو نشون بدیم و البته با رفتارمون. من میخوام تو رو به دوستان معرفی کنم که تو چقدر قدرت خارق‌العاده‌ای داری. ساشا گفت خب قدرت عجیب من چیه؟ آریو گفت چون یکی از فامیلاتون مریض بوده و تو توی خونه موندی تا ویروس کرونا رو به کسی منتقل نکنی. ساشا گفت آره آره، بابا مبتلا شده بود و من تا وقتی که حالش کاملا خوب بشه توی اتاق در کنارش موندم. ولی راستشو بخوای اونقدر هم سخت نبود. ما با هم بازی میکنیم، آشپزی میکنیم، تو حیاط و باغچه وقت میگذرونیم و همه با هم غذا میخوریم. من و برادرم با هم میرقصیم و با هم کتاب میخونیم، چون من گاهی اوقات درسم میخونم و چون دلم برای مدرسه تنگ شده سعی میکنم درسم بیشتر بخونم. تو خونه موندن اول خیلی عجیب بود، ولی الان عادی شده. آریو گفت همیشه آسون نیست، تو راهی پیدا میکنی که بهتون خوش بگذره، همینه که از تو یه قهرمان میسازه. سالم پرسید ساشا هیچ وقت شده با خانوادت دعوا کنی؟ ساشا گفت ما بعضی وقتا دعوا میکنیم، ولی الان باید بیشتر همو درک کنیم. حتی زودتر از قبلا از هم عذرخواهی میکنیم. این میتونه حال و هوای بقیه رو هم خوب کنه. من بعضی وقتا هم ولی میخوام تنها باشم، چون من عاشق آواز خوندن و رقصیدنم و
و بعضی وقتا هم به دوستام تلفن میکنم. سارا پرسید: ولی آریو، اونایی که خونه ای ندارن چی؟ آریو گفت: سال خوبی بود، بیا با هم بریم و جوابشو پیدا کنیم. اونا با ساشا خداحافظی کردن و پرواز کردن. رسیدن به جزیره‌ای که دور تا دورش آب بود و هوا هم داشت کم و کم و کمتر گرم می شد. اونجا پر از آدم بود. دختری دست تکون داد و گفت: سلام آریو، چقدر خوبه که میبینمت. ما با یه متر فاصله از هم باید بایستیم، پس من از اینجا میتونم باهات صحبت کنم، ولی دوست دارم با دوستاتم آشنا بشم. من لیلا هستم. سارا گفت: سلام لیلا، من سارا هم، اینم سالمه. من فکر میکنم تو مراقبی که به ویروس کرونا مبتلا نشی. چه کار دیگه ای انجام میدی لیلا؟ لیلا گفت: ما دستامونو با آب و صابون میشوریم. سالم گفت: موقع سرفه آرنجتونم جلوی صورتتون میگیری؟ لیلا پرسید: به هم نشون بده چطوری؟ و سالم بهش نشون داد. لیلا گفت: ما میخوایم شجاع باشیم، ولی من کمی نگرانم. من شنیدم یکی مریض شد و بعد مرد و من خیلی ترسیدم. این راسته که ممکنه بمیرن آدم از ویروس کرونا؟ آریو نفس عمیقی کشید و نشست و گفت: آره قهرمانای کوچولو، بعضی ها که مبتلا میشن به ویروس کرونا هیچ حس مریضی ندارن، بعضی ها بیمار میشن، ولی بعضی ها ممکنه بمیرن. برای همین ما باید خیلی بیشتر مواظب افراد پیر باشیم، چون احتمال اینکه مریض بشن بیشتره. و وقتی خیلی میترسیم، فکر کردن به جای امنی خیلی میتونه به ما کمک کنه. دوست دارید این روش رو امتحان کنیم؟ همه گفتن بله. آریو ازشون خواست که چشاشون رو ببندن و جایی که توش احساس امنیت میکنن بهش فکر کنن. آریو گفت: چی میبینین؟ چه احساسی دارین؟ و تو اون جای امن چه بهایی رو حس میکنین؟ آیا کسی رو دوست دارین اونجا دعوت کنین؟ دوست دارین چه کاری انجام بدین؟ آریو گفت: هر وقت دلتون خواست میتونین تو جای امن ذهنتون برین و میتونید به دوستاتونم بگی و یادتون باشه شماها خیلی برای من مهمین. شاید این حس بتونه بهتون کمک کنه. لیلا گفت: همه ما میتونیم برای هم مهربون باشیم و برای هم مهم باشیم. آریو گفت: درسته لیلا، ما هم میتونیم با هم هم فکری کنیم هر جای دنیا که باشیم. پس بیاییم با هم به آخرین سفر بریم. لیلا هم با اونا رفت. سارا خوشحال شد که لیلا هم میاد، چون میدونست که آدم ها باید با هم همدلی کنن. اونا به آرومی پرواز کردن، ولی لیلا خوب میدونست که دوستای جدیدش چقدر براشون مهمن. خیلی زود کوههای برفی رو دیدن و آریو روی شهر کوچیکی فرود اومد. چند تا بچه کنار نهر آب بازی میکردن. یکی از بچه ها براشون دست تکون داد و گفت: آریو. آریو گفت: سلام کیم. بچه ها، میخوام شما به دوستم که ویروس کرونا داشته شما رو بهش معرفی کنم. سالم گفت: چطور؟ کیم گفت:
بعضی وقتا من سرفه میکردم و بدنم داغ میشد. خیلی هم احساس خستگی میکردم و اصلا نمیخواستم بازی کنم، ولی خیلی استراحت کردم و خوابیدم و خانواده هم مراقبم بودن. بعضی از اعضای خانوادم تو بیمارستان بستری شدن و پرستارا و دکترا باهاشون مهربون بودن و وقتی خانوادم تو بیمارستان بودن، دوستای نزدیکمون به من کمک میکردن تا بعد از چند هفته ما دوباره همگی خوب شدیم. یکی از بچه های دوید و گفت من دوست کیم هستم. چون کیم ویروس کرونا داشت، ما هنوز هم با هم دوستیم، ولی با اینکه نمیتونستم ببینمش ولی همش بهش فکر میکردم و الانم خیلی خوشحالیم که میتونیم با هم بازی کنیم. آریو گفت بعضی وقتا مهمترین کارها اینه که از هم مراقبت کنیم، حتی اگه از هم دور باشیم. لیلا گفت ما میتونیم برای هم کارهایی بکنیم و سالم گفت میتونیم مثل قبل دوباره به مدرسه بریم و بازی کنیم. دیگه وقتش بود سارا با دوستاش خداحافظی کنه و به خونه برگرده. سارا از اینکه ممکنه یه مدت همو نبینن غمگین شد، ولی وقتی یادش اومد دوست کیم چی گفت، کمی حالش بهتر شد. اون گفته بود فقط به خاطر اینکه نمیتونیم همو ببینیم معنیش این نیست که دوستشون نداریم. سارا خوابید. وقتی بیدار شد آریو نبود. پس به جای امن خودش رفت تا با آریو حرف بزنه. بعد همه چیزهایی که یاد گرفته بود دلش خواست که نقاشی کنه و اون نقاشی رو به مامانش نشون داد و گفت مامان، ما میتونیم به هم کمک کنیم تا از خطر دور بمونیم. من یک عالمه قهرمان تو سفرم دیدم. مامان گفت بله دخترم، قهرمانای زیادی هستن که مراقب ما هستن، مثل دکترا و پرستارا، ولی تو به من یادآوری کردی که همه ما میتونیم قهرمان باشیم و بزرگترین قهرمان من تو هستی.